قرش بمب‌افکن‌های B-52 در خاورمیانه در آخرین هفته‌های ریاست جمهوری ترامپ، تلاش همزمان سپاه قدس در عراق برای کاهش تنش با نیروهای آمریکایی. از میهمانان برنامه می‌پرسیم که هنوز احتمال دارد کار به یک درگیری نظامی بکشد و اگر دو ماه باقی مانده از دولت ترامپ بدون درگیری بگذرد، سیاست صبر استراتژیک ایران به ثمر نشسته؟ در ادامه این 60 دقیقه. ایران منتظر ورود جو بایدن به کاخ سفید برای مذاکره و لغو تحریم‌ها، دولت بعدی آمریکا به دنبال چیست؟ اعلام تورم کم سابقه در ایران، همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نرخ بیکاری 2.5 برابر آمار رسمی است. با تأکید سران 20 کشور ثروتمند بر دسترسی بدون تبعیض همه مردم جهان به واکسن کرونا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. آمریکا 2 فروند بمب‌افکن B-52 را به خاورمیانه فرستاده، نمادهایی از قدرت پنتاگون. هنوز 10 روز از جلسه نگذشته که دونالد ترامپ از مشاوران درجه یک خود درباره حمله به ایران نظر خواسته بود. در آمریکا هنوز کارها در دست دونالد ترامپ است، رهبری سختگیر و مشهور به تصمیمات آنی. ولی این روزها بسیاری در انتظار رونمایی از سیاست جو بایدن در خاورمیانه هستند. رئیس جمهوری منتخب بارها با روش و منش دونالد ترامپ سرسختانه مخالفت کرده. به همین دلیل عربستان سعودی هم خواستار مشارکت در مذاکرات شده و میگوید در صورت شروع دور تازه‌ای از گفتگوها بین ایران و آمریکا، علاوه بر برنامه اتمی، به 2 موضوع دیگر هم باید پرداخت: مهار بلندپروازی‌های منطقه‌ای ایران و محدودیت برنامه موشکیش. در میان منابع بی بی سی گفتند که هنوز که هفته گذشته اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق رهبران گروه‌های شبه نظامی را به دوری از تنش و ادامه آتش بس با آمریکا دعوت کرده. آیا بمب‌افکن‌ها برای ایران پیامی دارند؟ اگر حرف از مذاکره باشد، انتظارهای تهران و واشنگتن از یکدیگر چیست؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از پرهام قبادی. بمب‌افکن‌های B-52، نماد قدرت نظامی آمریکا. حالا 2 فروند از این هواپیماهای قدرتمند قرار است در خاورمیانه مستقر شوند. سفرشان را از اینجا در داکوتای شمالی در شمال آمریکا شروع کردند، اما محل دقیق استقرارشان مشخص نیست. سنتکام یا همان فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این خبر را در توییتی منتشر کرده. میگوید برای حفظ امنیت در منطقه هواپیماهای جنگی را فرستاده، همچنین برای جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی. قدرت نمایی آمریکا تنها چند روز پس از اعلام خبر کاهش شمار نیروهایش در منطقه، قرار است تا 1.5 ماه دیگر آمریکا 3,000 نفر از نیروهایش را از عراق و افغانستان خارج کند. از سوی دیگر فراسکیلانی، خبرنگار بخش عربی بی بی سی، از قول 2 منبع گفته اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه چهارشنبه به عراق رفته و با نخست وزیر و رهبران گروه‌های شبه نظامی این کشور دیدار کرده. به گفته این منابع، آقای قاآنی خواستار ادامه آتش بس تا پایان دولت دونالد ترامپ شده. تمام کرک و پشم شما را به باد می‌دهیم. به نظر می‌رسد مقام‌های نظامی ایران برخلاف تهدیدهایشان جلوی دوربین‌ها در خفا سعی می‌کنند که این 2 ماه باقی مانده از دولت آقای ترامپ بهانه‌ای دست او ندهند. همزمان با سفر فرمانده نیروی قدس به عراق برای جلوگیری از تنش، فرمانده کل سپاه نمایش قدرت به راه انداخت. پنجشنبه گذشته نیروی دریایی سپاه از یک ناو اقیانوس پیما رونمایی کرد. البته منتقدان میگویند که این یک کشتی باری است که روی آن قایق و هلیکوپتر گذاشتند. فرمانده کل سپاه گفته که در صورت تهدید سراسر تهاجمی میشوند. اظهارات او بعد از خبر حمله جنگنده های اسرائیل به اهدافی مرتبط با نیروهای قدس سپاه در سوریه بود. اسرائیل و عربستان میدانند که همپیمانشان در حال رفتن است و ساکن جدید کاخ سفید طرفدار مذاکره با ایران است. 2 روز پیش مشاور نظامی آیت الله خامنه ای در مصاحبه ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که ایران به دنبال جنگ نیست، اما از مذاکره ای هم که حاصلی نداشته باشد استقبال نمی کند. ایران برای افزایش قدرت بازدارندگی و عمق استراتژیک خود به گسترش توان موشکی و پهپادی
و قابلیت جنگ‌های نامتقارن از جمله به کارگیری نیروهای شبه نظامی متوسل شده. هرچند فرمانده نیروی قدس که مسئول نیروهای نیابتی است، ظاهراً فعلا به دنبال آرام نگه داشتن اوضاع است. پرهام قبادی، BBC. نورمن رول، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از مکلین در ایالت ویرجینیای آمریکا با ما هستند. آقای رول، ارسال این هواپیماهای B-52 به منطقه چقدر اخطاری به ایران تلقی میشه؟ شب شما بخیر. اعزام این جنگنده های F-52 سه دلیل خاص داره. اولین دلیل این هستش که به شرکای آمریکا اطمینان حاصل بده که در پی خروجش از عراق و افغانستان آمریکا این قدرت رو داره که جلوی تجاوزگری ایران رو بگیره. دلیل دومش یک پیام به خود ایرانه که آمریکا از این قدرت راهبردی بی‌نظیری برخورداره که بتونه هر زمان لازم باشه اگه ایران دست به اقدامات تهاجمی بزنه علیه ساختارهای نظامیش اقدام بکنه. اما همینطور میتونم بگم دلیل سومش این هستش که خلبانها رو آشنا بکنه با نحوه پرواز این هواپیما و بحث تبعیت از سلسله مراتب فرماندهی در صورتی که مثلا در آینده الزامات عملیاتی پیش بیاد. ایران میگه که سیاست صبر و استراتژیک رو پیگیری کرده، از خودش خیشتنداری نشون داده، علارغم اینکه کسی مثل قاسم سلیمانی کشته شد واکنش بسیار شدیدی نشون نداده. چرا آمریکا هنوز فکر میکنه که باید به ایران هشدار بده، هنوز فکر میکنه که ممکنه ایران کاری بکنه؟ رهبری ایران هم به خودی خود در لفاظی‌های خودش بسیار نسبت به بازیگران منطقه تهاجمی عمل کرده و همینطور نسبت به آمریکا. بله، ایران صحبت از صبر استراتژیک میکنه، اما به طور مدام علیه اسرائیل و آمریکا تهدید به عمل میارن. اما اقداماتش در سوریه، یمن و عراق بسیار رو در روی بسیار تهاجمی هستند. می‌بینید که از یمن موشک‌های زیادی به طرف عربستان شلیک میشه و خیلی از آنها از ایران میاد. بنابراین در حرف میشه خیلی حرف چیزا رو گفت، ولی در عمل هست که سیاست آمریکا مشخص میشه. البته ایران نپذیرفته که موشکی از طرف ایران در اختیار حوثی‌ها قرار گرفته، ولی در هر صورت بعضی میگن که اگر جنگی در بگیره، تنش‌ها بالا بگیره، ممکنه که هدف سیاسی در داخل آمریکا داشته باشه، به این معنا که به موقعیت آقای ترامپ کمک بکنه. اصلا این واقعیت نداره. پرزیدنت ترامپ اونجور که قشنگ روشن هست انتخابات رو باخته، مشخصا گفته و مرتب گفته که نمیخواد آمریکا رو درگیر جنگ نظامی بکنه مثل رؤسای جمهور قبل آمریکا، و تازه همین اخیرا گفته اصلا داره نیروهای آمریکایی رو از عراق و افغانستان خارج میکنه و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و عراق چیزی نیست که اگه شما بخواید دنبال جنگ باشین این کار رو انجام بدین. ولی شما خودتون گفتید که در کنار این که نیروهای آمریکایی رو از عراق و افغانستان خارج میکنه، حضور نظامی خودش رو با همین هواپیماها تقویت میکنه. That is correct, but there's a difference between saying that we have a capacity to respond. بین اینکه ما بگیم و نشون بدیم که ما ظرفیت واکنش نشون دادن به تجاوزگری ایران داریم که مثلا با یک اقدام ضربتی بخوایم عمل بکنیم، تا اینکه بخوایم وارد یک جنگ بزرگ منطقه‌ای بشیم. آقای رول، شما اشاره کردید که دونالد ترامپ انتخابات رو باخته، احتمالاً بعد از 20 ژانویه رئیس جمهوری جدیدی در کاخ سفید خواهد بود، جو بایدن رئیس جمهوری بعدی است. انتظار آمریکا تحت رهبری جو بایدن از ایران چیست؟ اونا میخوان که ایران چگونه عمل بکنند؟
رئیس جمهور منتخب بایدن گفته است که نظراتش درباره ایران این هست که تلاش خواهد کرد به برجام برگرده اگر ایران به تعهدات خودش تحت برجام برگرده. فراموش نکنید دلایل اینکه اصلا ما توافق هسته‌ای داشتیم این بودش نه به خاطر نبود که ایران دنیا به ایران اعتماد کرد، برای این بودش که ایران یک برنامه هسته‌ای مخفیانه رو به وجود آورد و به دنیا دربارش دروغ گفت. هدف برجام این بود که جلوی این رو بگیره. جو بایدن گفته که دنبال یک مسیر جدی برای حل تهاجم و تجاوزگری ایران در یمن و در سوریه و عراق است و همینطور برخورد با برنامه های موشکی ایران که بزرگترین برنامه موشکی در خاورمیانه است. شما رابطه نزدیکی با خانواده حاکم در عربستان سعودی دارید، خود محمد بن سلمان رو از نزدیک میشناسید. امروز عربستان سعودی خواهان این شده که در گفتگوهای احتمالی بین ایران و آمریکا سهم داشته باشه. عربستان به دنبال چیه؟ این بدیهی است که تمام بازیگران منطقه‌ای بتونن مشارکت داشته باشند در یک بحث صلح و امنیت و توافق برای صلح در منطقه، از جمله ایران. ما سالهاست که میخوایم تعامل داشته باشیم با ایران، ولی تا اونجایی که من میدونم ایران تعاملی نداشته با آمریکا، مثلا در ارتباط با بحث تقویت کشتیرانی برای جلوگیری از حوادث مختلف یا جلوگیری از مثلا تدابیری که جلوی درگیری بین ایران و آمریکا در عراق بگیره. پرزیدنت اوباما هم در کتاب اخیرش همین رو نوشتش. عربستان و کشورهای دیگه حوزه خلیج فارس، اردن و اسرائیل، اون چیزی که این کشورها میخوان اینه که جلوی حمله ایران به مناطق غیر نظامی اونها رو بگیرن و همینطور به خارجی که در کشور زندگی میکنن. وقتی یک سلاح ایرانی از یمن به طرف عربستان سعودی شلیک میشه، فراموش نکنی 100,000 آمریکایی در عربستان زندگی میکنن. یک موشک ایرانی وقتی بره به طرف عربستان دیگه نگاه نمیکنه که اونجا شهروند آمریکایی یا غیر آمریکایی هستن. شما بیشتر از 30 سال در CIA کار کردید، خدمت کردید. ایرانی ها میگن که بارها با آمریکا همکاری کردند، هر باری که همکاری کردند آمریکا انتظارهای اونها رو برآورده نکرده. مثلا در زمینه افغانستان زمانی که آمریکا خواست طالبان رو از افغانستان بیرون بکنه و حکومت طالبان رو به زیر بکشه، ایرانی ها همکاری کردند، ولی بعد از اون هیچ پاداشی دریافت نکردند که هیچی به عنوان محور شرارت شناخته شدند. بله، این درست هستش که قبل از جنگ های افغانستان و عراق مقامات ایرانی و دیپلمات ایرانی مذاکراتی رو داشتن با همتاهای آمریکاییشون. این مذاکرات در سطح میانه بودن، بسیار کوتاه بودن و خیلی ایرانی ها گفتن که بله ما از طرف سطوح بالا داریم وارد مذاکره میشیم. اما فراموش نکنید که نیروی قدس در همون زمان صدها و هزاران تن از نیروهای خودش رو اعزام میکرد به منطقه تا درست خلاف کار اون دیپلمات ها انجام بده. فراموش نکنیم که ایرانی ها صدها و هزاران نیروی آمریکایی رو در جنگ عراق کشتند. ایران اگر این کارها رو نمی کرد شاید میتونست فصل جدید رابطش با آمریکا باز بکنه. و فراموش نکنیم بعد از سقوط طالبان در قندهار و در افغانستان صدها نفر از اعضای القاعده از طریق ایران سعی کردن برن. ایرانی ها اونها رو دستگیر کردن و ولی بعد اجازه دادن که اونها برن به کشورهای مبدا خودشون و بعد به یکی از شوراهای القاعده هم اجازه داد که در ایران مأوا بگیرن. برای همه ایران تونسته حرف مفت زیاد بزنه، ولی اقدامات ایران هستش که تعیین میکنه آمریکا چیکار میکنه و درست هم همینه. آقای رول، در نهایت شما فکر میکنید که بعد از رفتن آقای ترامپ شانسی برای ایران، فرصتی فراهم شده باشه برای دو طرف که اختلافات خودشون رو کنار بگذارن بتونن به نتیجه برسن، مثل اینکه یک بار در دوره اوباما به نتیجه رسیدند؟ این فرصت همین امروز وجود داره. اگر ایران بازداشت شده های آمریکایی رو که دستگیر کرده و در زندان نگه داشته با اتهامات بیپایی، اگر اینها رو آزاد بکنه، اگر ایران دیگه به حوثی ها سلاح نده، پهباد نده، اگر نیروهای غیر نظامی خودش از عراق خارج بکنه که دیگه حمله نکنن به نیروهای آمریکایی، حمله نکنن به تاسیسات عراقی، اگر این نشانه ها رو به غرب نشون بده، نه فقط آمریکا ازش استقبال میکنه، بلکه
که شرکای اروپایی آمریکا هم استقبال میکنن، چین و شوروی هم استقبال میکنن، برای همین ایران میتونه وارد مرحله جدید بشه همین امروز. فکر نمیکنید که تسلیم شدن بی قید و شرط شرطهایی بود که آقای پومپئو گذاشته بود و اینها عملی نشد و ایران اینها رو نپذیرفت؟ Well, in fairness to the Trump administration, the اگه بخوایم منصفانه با بحث تحلیل کارنامه ترامپ برخورد بکنیم، اون چه که مایک پومپئو وزیر خارجه گفتش در واقع نشانگر سیاست آمریکا و سیاست اروپا طی 20 سال گذشته بود. این حق رو به ایران داد که بتونه به صورت صنعتی غنی سازی رو بکنه در این حد محدود، ولی هیچ کشوری با اون پیش شرط های پومپئو مخالفتی نکرد. اما موضوع اینجاست که الان چی برای دولت ایران مهمتره؟ اینه که جزی از جامعه بین الملل در صحنه دیپلماسی یک بازیگر معمولی باشن و به حقش احترام گذاشته بشه، به حق تجاریش، به حق اقتصادیش، یا میخواد که یک موجودی باشه که اجازه بده که نیروهای قدس در سراسر دنیا یک تازی بکنن؟ اگه سپاه قدس برای ایران مهمتر هست تا حق مردم خودش، تا سطح زندگی و رفاه مردم خودش، این تصمیم رهبری خود ایرانیا هست، تصمیم آمریکا نیست. ولی آقای رول، رهبری ایران میگه که آمریکا با تحریم‌های گسترده‌ای که وضع کرده و زندگی رو بر مردم عادی در ایران سخت کرده، در این جایگاه نیست که بگه ما به فکر مردم ایران هستیم. Well, we need to be clear here. بذاریم ما خیلی روشن بحث بکنیم. برای اینکه مقامات و سیاستگزارها بخوام برن به جلو، سه راه وجود دارد: تعامل دیپلماتیک، و آیا واقعا کسی از باور میکنه که دیپلمات ایرانی بتونن به قدس فورس بگن که دست از حمایت از مثلا حزب الله لبنان برداره؟ ما یک بحث درگیری نظامی داریم، آیا کسی واقعا میخواد وارد این درگیری بشه؟ و بحث دیگه هم بحث فشار اقتصادیه. این فشارهای اقتصادی دلیلش اقدامات و رفتارهای ایران هستند. ما بسیار چندین هزار تن نرم افزار و جنگ افزارها و تسلیحات ایرانی رو داریم که ضبط شده در یمن. مقامات ایرانی رو داشتیم در اروپا، در آفریقا بازداشت شدن که دست به اقدامات تروریستی میزنند. در خود آمریکا سعی میکردن که سفیر عربستان رو ترور بکنند. برای همین اگه ایرانی‌ها بخوان که شکایت بکنن که مثلا ما داریم اونا تحریم میکنیم، نشون میده که ما حسن نیت نداریم. واقعا شبیه اینه که یک سارق بانک بگه که دلیل اینکه الان داره جریمه شده و به زندان افتاده اینه که قوه قضاییه و کشوری که رو محکوم کرده ما منصفانه و عادلانه برخورد نکرد. دولت ایران باید بفهمه که اولویتش سپاه قدس نیست. ممنونم از نورمن رول، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA از ایالت ویرجینیا با ما. دونالد ترامپ هنوز نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کشورش را نپذیرفته، اما اگر شکایت‌های او به جای نرسد، جو بایدن رئیس جمهوری بعدی آمریکاست، کسی که بارها تاکید کرده سیاست خارجی این کشور را به شکل قابل ملاحظه‌ای تغییر خواهد داد. او وعده تحول در روابط واشنگتن و تهران را هم داده. از طرف دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی امیدوارند که تفاوت سیاست خارجی جو بایدن با دونالد ترامپ به لغو تحریم‌ها منجر شود. با این حال، حل مسئله ایران و آمریکا خالی از ابهام نیست. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. نقطه اصلی تمرکز در اینجاست. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان یا برجام. توافقی که 5 سال پیش و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در آمریکا به دست آمد و سوی بسیاری نقطه عطف روابط جمهوری اسلامی ایران با نظام بین الملل توصیف شد. اما دونالد ترامپ از آن خارج شد و ایران را تحریم کرد. ایران هم در مقابل گام به گام از اجرای تعهداتش در برجام خودداری کرد. برای جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا، برجام کلیدواژه محوری تغییراتی است که واشنگتن در دوران او در قبال ایران اعمال خواهد کرد. تغییراتی که او حتی پیشتر از دونالد ترامپ خواسته بود برای جلوگیری از جنگ با ایران اعمال کند و نقطه آغازش بازگشت آمریکا به این توافق بین المللی است.
ترامپ باید فوراً با متحدان اروپایی ما و دیگران تماس بگیره و به شکل خصوصی سیگنال‌هایی برای کاهش تنش به ایران ارسال کنه و راهی پیدا کنه تا جلوی جنگ گرفته بشه. بهترین راه برای این کار پیوستن دوباره به برجام و توسعه اونه. برای ما مهم نیست، برای طرف مقابل یعنی ایران هم برجام همینقدر مهم است که برای جو بایدن. اگرچه انگیزه های سیاستمداران در تهران به کلی متفاوت است و به همین دلیل در مقابل برجام برای طرف ایرانی کلید واژه تکراری دیگری بیشتر شنیده می شود: تحریم. اونی که ما می خواهیم اینه که آمریکا برگرده به قانون، این برای ما مهمه. آمریکا برگرده به تمام معاهداتی که بین المللی هست یا چند جانبه است. ظاهر ماجرا این است که دو طرف برای رسیدن به خواسته هایشان به اندازه کافی تفاهم دارند. اینکه آمریکا به برجام برگردد، ایران تعهداتش را از سر بگیرد و تحریم ها برداشته شوند. به زبان ساده زمان به عقب برگردد و وضعیت درست شبیه به این لحظه تاریخی شود. لحظه‌ای که دونالد ترامپ با یک امضا از برجام خارج شد. اما آیا واقعاً چنین کاری شدنی است؟ محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که چنین کاری دشوار نیست. او مصر است که ایران برای اجرای کامل برجام و محدود کردن دوباره برنامه هسته‌ای خود حتی به بازگشت رسمی آمریکا به برجام هم نیاز ندارد و تنها اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت کافی است. قطعنامه‌ای که اجرای آن در واقع به معنای اجرای برجام و به عبارتی لغو تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران است. اما در هر دو سوی این شکاف اظهار نظرهایی بیان می‌شوند که نشانه‌هایی هستند از موانع احتمالی بر سر راه حل فوری مجادله تهران و واشنگتن. بیان تسلیم قانون بشن، عذرخواهی کنن، صدمه‌ای که به ملت ایران زدن این صدمه رو جبران بکنن، غرامت پرداخت کنن. مسئله پرداخت خسارت به ایران موضوعی است که اگر از سوی طرف ایرانی بر آن پافشاری شود، حل مسئله ایران و آمریکا با یک گره جدی روبرو خواهد شد. البته در این مدت تنش ایران و آمریکا یک قربانی مطرح هم داشته. کشته شدن قاسم سلیمانی توسط آمریکا یکی از دلایل اصلی کسانی است که با هر گونه همکاری دوباره ایران و آمریکا در برجام مخالفند. در آن سوی این تنش نیز وضعیت مشابهی حاکم است، چرا که همه اطرافیان جو بایدن و کسانی که از آنها به عنوان بخت تصدی پست وزارت خارجه آمریکا نام برده می شود در مسئله ایران و برجام نظرات مشابهی ندارند. سناتور کریس کونز از جمله نامزدهای پست وزارت خارجه دولت آقای بایدن دو روز پیش گفت که آمریکا نباید به برجام فعلی برگردد، بلکه باید به دنبال برجامی گسترده تر باشد. برجامی که در آن چشم‌انداز روشنی برای حل مسئله برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های سپاه قدس در منطقه وجود داشته باشد. همه مسائلی که تاکنون جمهوری اسلامی در ارتباط با آنها از خود انعطافی نشان نداده. علاوه بر این، مسئله گسترش تحریم‌های ایران در آخرین روزهای دولت دونالد ترامپ نیز می‌تواند به مانعی دیگر بر سر راه یک مصالحه فوری میان تهران و واشنگتن تبدیل شود. تحریم‌هایی که عموماً به اتهام حمایت از تروریسم یا بی‌ثبات کردن خاورمیانه اعمال می‌شوند و به این ترتیب لغو آنها را برای دولت بایدن دشوارتر می‌کنند. اگر هیچ یک از چالش‌های حقوقی دونالد ترامپ در ارتباط با انتخابات به نتیجه نرسد، جو بایدن حدود 50 روز دیگر وارد کاخ سفید خواهد شد و از همان نخستین روز با امضای یک سری از احکام ریاست جمهوری سیاست خارجی کشورش را به شکل معناداری تغییر خواهد داد. اما اینکه این تغییر تا چه زمانی، به چه شکلی و در چه ابعادی به تحولی قابل لمس در روابط تهران و واشنگتن تبدیل شود، از جمله پرسش‌هایی است که هنوز با ابهاماتی همراه است. کیوان حسینی، بی بی سی. ماندگاری پژوهشگر ارتباطات از تهران با ما هستند. آقای ماندگاری، اگه بخوایم مهمترین خواسته تهران رو از واشنگتن بیان کنیم، از نظر شما چیه؟ طبیعتا رفع تحریم ها مهمترین خواسته ایران از آمریکا و جامعه جهانی است. به چه کیفیتی؟ میدونیم که برداشتن تحریم ها از طرف آمریکا مسئله ساده ای نیست. حتی در خیلی از جاهای دیگه دنیا مگر آمریکا خواسته تحریم ها رو برداره، یک روند پیچیده و زمانبر بوده.
بله، طبیعتاً برای رفع تحریم ها و همچنین توافق جدیدی که حالا اگر قرار باشه صورت بگیره بین ایران و آمریکا، مذاکرات بسیار طولانی و پیچیده خواهیم داشت. خیلی موضوع به این سادگی نیست که بتونیم در کوتاه مدت به نتیجه برسیم، مخصوصاً اینکه دولت در ایران هم تا 6 ماه دیگه تغییر میکنه و همه اینها باعث شده که دورنمای بالاخره مذاکرات یا دورنمای رفع مشکل یا توافق ایران و آمریکا بسیار مبهم و دشوار باشه پیش بینی اون. ولی طبیعتاً به نظر میرسه که هر دو طرف در مسیر مذاکره پیش خواهند رفت و هرچند این مذاکره به سادگی نخواهد بود. به چه دلیل فکر میکنید که هر دو طرف در مسیر مذاکره پیش خواهند رفت، در حالی که آیت الله خامنه ای در روز انتخابات گفت که هیچ فرقی نمیکنه که چه کسی رئیس جمهوری آمریکا باشه و بارها هم تاکید کرده که از مذاکره با آمریکا چیزی آید جمهوری اسلامی نخواهد شد؟ طبیعتاً هم ایران و هم آمریکا به نظرم نیاز دارن به توافق و حل این مشکلی که در دوره آقای ترامپ پیش اومده و هر دو طرف هم تلاش میکنن که در نهایت در مذاکرات سهم بالاخره بیشتری رو ببرند و به خاطر همین مواضع اعلامی رو درست در مقامات ایران یه خورده احتمالاً برای مذاکره و مذاکره با دولت های بایدن هم مشکلاتی داشته باشن، ولی من پیش بینی میکنم، حدس میزنم که مذاکره انجام خواهد شد و طبیعتاً حالا ما 6 ماه چند ماهی صبر کردیم تا دولت در آمریکا تغییر پیدا بکنه و احتمال خیلی زیاد مذاکرات انجام خواهد شد، من تا اینکه به چه کیفیتی باشه و چگونه انجام بشه هنوز خیلی دورنماش روشن نیست. فکر میکنید که برایند گفتگوها به کدام سمت خواهد بود؟ به این معنا که آقای روحانی و ظریف یک جور حرف میزنند، تندروها از جمله خود البته آیت الله خامنه یک جور دیگه حرف میزنند، حرف دل جمهوری اسلامی به کدام طرف نزدیکتر هست؟ واقعیتش اینه که همچنان که گفتم چون انتخابات ریاست جمهوری در ایران در پیش هست، طبیعتاً مذاکره یا توافق جدید بین ایران و آمریکا میتونه که در معادلات سیاسی داخلی تاثیرگذار باشه و به خاطر همین یه خورده کار در این زمینه سخته. بله. اون چیزی که در کلان میشه گفت این که احتمالاً میل به مذاکره و تلاش برای رفع تحریم ها در هر دولتی در ایران وجود خواهد داشت، منتها احتمالاً دشوار خواهد بود، مخصوصاً که آقای روحانی تا 6 ماه دیگه بیشتر نیست. اگر آقای ظریف قرار باشه در 6 ماه آینده بخواد بره مذاکره بکنه، طبیعتاً در ایران با چالش‌های مواجه خواهد بود، شاید اصلاً امکان این که بتونه مذاکره کنه رو نداشته باشه و احتمالاً باید در سطوح بالا یک تصمیم گیری بشه در مورد نحوه مواجهه با آمریکا یا در مورد برجام در 6 ماه آینده در دولت آقای روحانی، که آیا مثلاً کار در دولت آقای روحانی دنبال بشه، دولت بعدی سپرده بشه، یا اینکه نه مثلا یک فرد میانه‌ای مثلا آقای علی لاریجانی عهده‌دار مذاکرات بشه و مذاکرات رو به جلو ببره. احتمالاً آقای بایدن و دولتشون هم خواهند میدونن که در صورت اینکه در این 6 ماه نتونن با ایران به توافق برسن و شانس پیروزی اصولگرایان در انتخابات بالا بره، احتمالاً در دولت آینده ایران مذاکره کردن یه مقدار دشوارتر خواهد شد و طبیعتاً خیلی قضیه پیچیده‌تر میشه. من تصور خودم اینه که به همین دلیل میگم هر دو طرف نیاز به مذاکره دارن، به خاطر اینکه دولت جدید آمریکا هم تو این 6 ماه اگر نتونه مذاکره بکنه و نتونه به توافق سودمندی برسه، احتمالاً برای دوره بعد کار پیچیده‌تر و سخت‌تر خواهد. شما در تهران هستید، حرف و حدیث‌ها در اونجا از روی کار آمدن یک نظامی در انتخابات بعدی هم هست، به این معناست که بعضی‌ها چنین گزینه‌ای رو مطرح می‌کنن. اگر فردی با سابقه سپاهی یا فردی یک چهره نظامی رئیس جمهور بعدی ایران باشه، کار گفتگوها سخت‌تر میشه یا آسان‌تر؟ مهم نظامی بودن یا نبودن نیست، مهم تفکریه که بالاخره در آینده عهده‌دار سمت ریاست جمهوری در ایران خواهد شد. اگر
اصولگرایان پیروز انتخابات باشند. طبیعتا همین شروطی که میبینیم این روزها از طرف بعضی از اونها مطرح میشه، البته به صورت خیلی غلیظ داره مطرح میشه و اینها مواضع رسانه‌ای است و شاید خیلی قابل اعتنا نباشند. ولی طبیعتا اگر که اصولگرایان پیروز بشن، چه نظامی چه غیر نظامی، مذاکره کردن یا میل به مذاکره یا هر توافقی با آمریکا خیلی سخت‌تر خواهد. در همین برنامه گفتگوی داشتیم با نورمن رول، افسر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA. یکی از صداها دست کم در آمریکا این است که جمهوری اسلامی باید عقب نشینی بکنه در زمینه‌های متعدد، نه فقط در زمینه برنامه اتمی، بلکه باید حضور منطقه‌ای خودش رو محدود بکنه، باید برنامه موشکی خودش رو مهار بکنه، کم بکنه دامنش رو. با چنین تعریفی، با چنین شرایطی احتمال میدید که در ایران انعطافی دیده بشه؟ همین صداهایی رو که در آمریکا مطرح کردی در ایران هم در روزهای گذشته داریم میبینیم. به نظرم این صداها خیلی قابل اعتنا نیست. مهم سیاست‌ها و عملکردی است که هر دو دولت در پیش خواهند گرفت برای مذاکره. میدونیم که در دولت آقای ترامپ این برجام بالاخره برای دولت ایران و مخصوصا دولت آقای روحانی بسیار بعضاً گرون تموم شد به خاطر خروج آمریکا از برجام و خسارات‌هایی که به ایران وارد شده. طبیعتاً کار دولت آقای روحانی رو سخت می‌کنه برای مذاکره کردن، ولی به نظرم هر دو طرف یک انتظاراتی دارن. ایران انتظار داره آمریکا به برجام برگرده یا نه تحریم‌ها رو رفع بکنه. آمریکا انتظار داره که ایران تعهدات اتمی خودش رو که بعد از خروج آمریکا تا اندازه تعدیل کرده بود رو برگرده، بازگشت تعهدات رو میخواد و همچنین مسائل موشکی و حقوق بشر و چیزهایی رو که میبینیم که الان داره مطرح میشه. من فکر می‌کنم اینا خیلی موضوعیت نداره. حتما ایران هم برای مذاکره پیش شرطهایی خواهد داشت، هرچند که در نهایت ایش بودم از این شروط چه از طرف آمریکا و چه از طرف ایران من پیش بینی میکنم که خیلی موضوعیت نخواهد داشت. احتمالاً به یک توافقی خواهیم رسید که یه بخش از تحریم‌ها لغو بشه. منتها میگم مشکل اینجاست که الان ایران یک تجربه مذاکرات قبلی رو داره، تجربه خروج آمریکا از برجام رو داره و میدونه که اگر بخواد باز به همون شکل مذاکره بکنه احتمالاً در این مذاکره یا این توافق خیلی توافق پایداری نخواهد بود و هر آن احتمال داره که مجدداً برگردیم به همون حالت اول. در دوره اوباما ایران درگیر مذاکره بود، سالها طول کشید. در دوره آقای ترامپ هم سیاست صبر استراتژیک رو دنبال کرد. آیا توان اقتصادی ایران به اندازه‌ای هست که به همین شکل کجدار و مریض ادامه بده؟ می‌دونیم که نرخ تورم بسیار بالاست، بیکاری زیاده و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده. این شرایط به لحاظ اقتصادی برای ایران قابل ادامه دادن هست؟ معلومه که شرایط سخته و طبیعتاً نمیتونیم با این شکل بخوایم ادامه بدیم، ولی ایران واقعیتش نشون داده که اگر که قرار باشه یک توافقی رو جلو روش بگذارن که خیلی متوازن نباشه، منافع ایران در اون لحاظ نشده باشه و حقوق ایران درش منظور نشده باشه بهش رضایت نمیده و حاضره، به نظرم حاضره که ایران بیشتر مقاومت بکنه. مهم اینه که یک توافقی صورت بگیره یا یک پیشنهادی روی میز باشه که برای طرف ایرانی هم جذاب باشه و مخصوصا اینکه بتونن جناح‌های مختلف در ایران رو متقاعد بکنن برای اجماع ملی برای پذیرش این توافق جدید. اگر که قرار باشه این صداهایی رو که به قول شما مطرح است الان در آمریکا جدی گرفته بشه، طبیعتاً ایران ترجیح میده که مقاومت بکنه. ممنونم از محسن ماندگاری، روزنامه‌نگار در تهران. گرانی این روزها در ایران بیداد میکند. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که قیمت کالاها و خدمات مصرفی از مهر تا آبان به طور متوسط 5.2% بالا رفته. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی میزان افزایش قیمتها، از آبان پارسال تا آبان امسال 46.4% بوده. مرکز پژوهش های مجلس هم اعلام کرده که نرخ بیکاری واقعی 24% است، یعنی 2.5 برابر آمار رسمی. بهرنگ تاجدین گزارش میدهد. هر بار که به خرید می روید انگار هیولایی در انتظار شماست.
هیولایی به نام تورم که قدرت خرید مردم را سال به سال، ماه به ماه و هفته به هفته کم می کند. تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد نرخ رسمی تورم یا اصطلاحاً تورم 12 ماهه آبان ماه با 1.8% افزایش نسبت به ماه قبل به 29% رسیده. ولی طبق همین گزارش قیمت‌ها از آبان پارسال تا آبان امسال 46.4% بالا رفته و نیز تنها ظرف یک ماه یعنی از مهر تا آبان کالاها و خدمات مصرفی به طور متوسط 5.2% گران‌تر شدند. همین است که بعضی حقوق بگیران مجبور شدند بعضی چیزها را دیگر نخرند. فکر کنم دیگه قلمی نمونده که بخوایم اونو حذف کنیم و حقوق بگیران ثابت بیشترین کسایی هستن که تو این زمینه دارن ضرر میکنن. اون اقلامی که هر روز داره گرونتر میشه و تأثیرش بیشتره خب قاعدتا حذف میشه. حالا لبنیات گرفته، گوشت و مرغ و تخم مرغ و اینا حداقل ها بودن، حداقل هایی که قیمتشان سریع تر از بقیه اقلام مصرفی بالا میرود. گوشت و مرغ یک ماه 19% گران شده و سبزیجات 36%. طبق بررسی های مرکز آمار، مواد غذایی در این یک ماه به طور متوسط 13.2% گران شدند و نسبت به آبان پارسال 56.7%. این یعنی قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها ظرف 12 ماه بیش از 1.5 برابر شده. و متاسفانه وزیر اقتصاد میگوید مقصر بالا رفتن نرخ ارز است. علت عمده تورم رو با ناشی از افزایش هزینه ها بدونیم. واردات ما حدود 80-75% در برخی از صنوات تا 87%ش کالای واسطه‌ای بوده، مواد اولیه بوده و ماشین آلات. وقتی که این کالاها در واقع متأثر از نرخ ارز دوچار افزایش و جهش قیمتی میشن، این سریع منتقل میشه به چی؟ به فرآیند تولید. میاد تو هزینه تمام شده تولید میشینه و این هزینه تمام شده تولید سبب میشه قیمت تمام شده کالا بره بالا. این افزایش شدید قیمت ها در شرایطی اتفاق میافتد که شمار شاغلان نسبت به پارسال بیش از 1,000,000 نفر کاهش پیدا کرده. بحرانی که در نرخ رسمی بیکاری خودش را نشان نمی دهد. مرکز آمار نرخ بیکاری بهار امسال را 9.8% اعلام کرده بود، ولی مرکز پژوهش های مجلس می گوید رقم واقعی 24% است، 2.5 برابر نرخ رسمی. نرخ بیکاری کاهشش الزاماً از بابت ایجاد اشتغال جدید به وجود نیامده و در واقع کاهش نرخ بیکاری به سطح 9.8% در بهار و همینطور در تابستان که 9.5% اعلام شد نشانه خوبی از وضعیت بازار کار نیست. چرا؟ برای اینکه جمعیت فعال یعنی کسانی که در بازار کار حضور پیدا کردند، نرخ مشارکت اقتصادی رو رقم زدن کمتر شده، یعنی تعداد کسانی که جویای کار بودند به دلیل ناامید شدن از وضعیت بازار کار ترجیح دادن که این جستجو رو رها بکنن و خانه نشین بشن و از همین بابت نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. رنج ناامیدی از کار پیدا کردن اگر از گرانی بیشتر نباشد کمتر هم نیست. دردی که باعث شده خیلی ها دیگر چشم به راه رسیدن کار هم نمانند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان با بیانیه‌ای که پادشاه عربستان سعودی قرائت کرد به پایان رسید. قرار بود این نشست در پایتخت عربستان برگزار شود، ولی شیوع ویروس کرونا باعث شد تا از راه دور و مجازی انجام شود. در بیانیه پایانی نشست که ملک سلمان خان، کشورهای گروه 20 تعهد کردند تا تلاش کنند واکسن کرونا بدون تبعیض در دسترس همه مردم جهان قرار بگیرد. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. جشنی که عربستان گرفته برای مهمانانی است که نیامدند تا ببینند این کشور به سوی چه تغییراتی گام برمی‌دارد. میزبان محروم از مهمان که شایع است آلزایمر دارد، نطقش را از راه دور با حضور پسرش کرد که همه کاره مملکت است. دونالد ترامپ پس از همین نطق خودش هم نطقی کرد و رفت تا گلف بازی کند. در همه ساعاتی که رهبران ثروتمندترین کشورهای جهان
درباره مبارزه با کرونا و واکسن رساندن به کشورهای فقیر بحث می‌کردند، رئیس جمهور ایالات متحده مشغول بازی بود. درباره موضوع بحث در نشست گروه 20 نه خودش توییتی کرد نه دولت مردانش حرفی زدند. دونالد ترامپ در نطق خود اشاره کرد که همچنان رئیس جمهور باقی خواهد ماند، اما یاران نزدیکش در عربستان خود را برای همکاری با جانشین ترامپ آماده می‌کنند. We don't see any indications that there is any threat to regional security during the transitional period. ما هیچ نشانه‌ای نمی‌بینیم که در دوران انتقال قدرت در آمریکا خطری منطقه ما رو تهدید کنه. مطمئنیم که دولت بایدن سیاست‌هایی را دنبال خواهد کرد که به نفع ثبات منطقه باشه. به محض اینکه دولت بایدن کارش رو شروع بکنه، در این باره باهاش گفتگو می‌کنیم. رهبران کشورهای ثروتمند جهان در نطق‌های خود هیچ اشاره‌ای به وضعیت حقوق بشر در عربستان نکردند. وزیر سرمایه‌گذاری عربستان هم در نطقی از غربی‌ها انتقاد کرد که چرا باید به خاطر قتل جمال قاشقچی از سرمایه‌گذاری در کشورش رو برگردانند. گفت مگر سرمایه‌گذارها روزنامه نگارند؟ رساندن واکسن به همه جهانیان بدون تبعیض میان فقیر و غنی محور اصلی گفتگوهای نشست مجازی گروه 20 بود. تعهد کردند که واکسن به همه به موقع برسد. به کشورهای بدهکار فرجه دادند که تا تابستان آینده نگران بازپرداخت بدهیشان نباشند. مرتاد فرهمند، بی بی سی. گزارش نشست گروه 20 به میزبانی عربستان سعودی رو دیدیم. گروهی که ترکیه هم عضو آن است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پایان پیام خود به این نشست با لحنی گرم به حکومت و پادشاه عربستان اشاره کرد. این گرمی لحن آقای اردوغان وقتی جالب‌تر میشه که به کارزار تحریم کالاهای ساخت ترکیه در عربستان و سایر کشورهای عرب توجه کنیم. محمد امینی گزارش میدهد. سایگدار لیدرلر، قیمتلی دوستلارم، sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygu. پیام رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان خطاب به نشست گروه 20 در ریاض. عزیز kardeşim Hadim el-Harameyn Şerifeyn Kral Selman bin Abdülaziz şahsında. پایان پیام خطاب به میزبان بود با لحنی بسیار گرم. گفت از برادر عزیزم خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز آل سعود تشکر می‌کنم. این گرمای لحن آقای اردوغان را باید در کنار سرمای حاکم بر روابط دو کشور دید. الان حدود 2 ماه از فراخوان علنی این چهره یعنی اجلان اجلان می‌گذرد. رئیس اتاق بازرگانی عربستان که در توییتر خواهان تحریم و بایکوت مراودات تجاری با ترکیه شد. واردات، سرمایه‌گذاری و یا جهانگردی. وزیر خارجه عربستان سعودی دیروز در گفتگو با خبرگزاری رویترز تحریم کالاهای ساخت ترکیه را تکذیب نکرد. ما با ترکیه روابط صمیمانه ای داریم. البته حرفهایی درباره تحریم غیر رسمی کالاهای ترکیه مطرح است، اما من نمیدانم چنین چیزی هست یا نه. من آماری ندیدم که چنین چیزی نشان بدهد. اما آمارهای بالاترین مراجع در ترکیه نشان می‌دهند که میدان برای ورود کالاها و خدمات ترکیه به عربستان تنگ و تنگ‌تر شده. مثلا صادرات 5 سال پیش ترکیه به عربستان 3.5 میلیارد دلار بود و در مقابل کمتر از 2.5 میلیارد دلار واردات از عربستان داشت. تراز تجاری 1.3 میلیارد دلاری به نفع ترکیه بود. اما در طول سالهای 2015 تا 2018 در عین حالی که واردات ترکیه از عربستان تقریبا ثابت ماند، صادرات ترکیه ضرری 1 میلیارد دلاری را شاهد بود. حالا خیلی از فروشگاه‌ها در عربستان و دیگر کشورهای همسو با ریاض شمشیر علیه محصولات ترک را به اصطلاح از رو بستند. مثل اینجا که روی یک اعلان نوشته شده دست نزنید، ساخت ترکیه. این بایکوت کالاها صدای ترک‌ها را درآورده و رسانه‌های ترکیه هم نگرانی تولید کنندگان و صادرکنندگانشان را بازتاب می‌دهند. سفر اتباع عربستان به ترکیه هم منبع درآمد بزرگی برای خزانه آنکارا بود. 5 سال پیش حدود 450 هزار نفر و 2 سال پیش 750 هزار نفر از عربستان به ترکیه سفر کردند.
حالا تعداد این مسافران به حد اقل رسیده. این گزارش شبکه TRT ترکیه است که میگوید عربستان استفاده از سریال های ساخت ترکیه را ممنوع کرده و فضاسازی علیه محصولات ترکیه تا آنجا پیش رفته که فرماندار ریاض وقتی میفهمد که قهوهی که دستش دادند قهوه ترک است آن را پس میده. این تیرگی محصول اتفاقات متعددی است که بزرگترینشان دو سال پیش یک بمب خبری در جهان را ترکاند. ماجرای ورود جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان به کنسولگری سعودی در استانبول که خروجی به همراه نداشت. ترکیه با وجهه عربستان در دنیا کاری کرد که از نظر آسیبی که به آبرو و نام حکومت ریاض خورد شگفت‌آور بود. و ریاض از انکار اولیه مرگ خاشقچی در کنسولگری خود به آنجا کشانده شد که قتل او در کنسولگری را بپذیرد و مأموران خودش را محاکمه کند. روابط نزدیک ترکیه با قطر شعله خشم سعودی ها را بالاتر برد، به ویژه بعد از آنکه عربستان و متحدانی چون امارات و مصر به قطر عملا اعلان انواع جنگ های اقتصادی و دیپلماتیک دادند، اما ترکیه کنار قطر ایستاد. حالا با تغییر سکاندار کاخ سفید که زمانی در رقص شمشیر دوشادوش گارد سلطنتی و شاه سعودی می‌رقصید، نگرانی های عربستان و صف‌بندی هایی که علیه آنکارا و دیگران ایجاد کرده وارد مرحله تازه‌ای می شود. محمد امینی، بی بی سی. وزیر کشور ایران میگوید رعایت مقررات محدود کننده جدید برای کنترل کرونا موفق بوده و مردم کسب و کارها همکاری خوبی داشتند. با افزایش شدید شمار قربانیان در ایران، کسب و کارهای غیر ضروری در بسیاری از شهرها تعطیل شده. در تهران و دیگر نقاط بحرانی تردد شبانه خودروها ممنوع شده و ورود افراد غیر بومی به مناطق قرمز و نارنجی هم خلاف مقررات است. در همین حال جدال بین مقام‌های وزارت بهداشت درباره نحوه مدیریت بحران کرونا بالا گرفته. باران عباسی گزارش می‌دهد. تهران تعطیلی گسترده کسب و کارها و کاهش رفت و آمدها در دومین روز اجرای محدودیت‌ها برای کنترل کرونا. وزیر کشور می‌گوید از میزان رعایت مقررات راضی است. روند خوبیه، موفقیت‌ها هم خوب بوده، به ویژه مردم عزیز ما واقعا همکاری خیلی خیلی خوبی داشتن. با این حال خیابان‌های پایتخت همچنان شلوغ‌تر از آنچه انتظار می‌رفت به نظر می‌رسند. اتوبوسرانی تهران هم گفته تعداد مسافران تغییر محسوسی نداشته. وضعیتی که بعضی مقام‌ها نتیجه بی‌ارادگی دولت در اجرای محدودیت‌ها می‌دانند. از جمله حجت نظری عضو شورای شهر تهران. دولت عملا در ظاهر خواسته شهر تعطیل شود، اما در باطن تقریبا تمام مشاغل به کار خود ادامه می‌دهند. محدودیت هایی که دولت مدت ها از اعمالشان خودداری می کرد. سیاستی که افزایش ناگهانی شمار بیماران، تکمیل ظرفیت بیمارستان ها، فشار شدید بر پزشکان و پرستاران و بالا رفتن شمار جانباختگان را در پی داشت. به گفته وزارت بهداشت، تنها در شبانه روز گذشته بیش از 13,000 مبتلای جدید شناسایی شده و 475 نفر هم جان خود را از دست دادند. این در حالی است که حالا مقام‌های رسمی هم اذعان می‌کنند که شمار مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. الان برای چی اومدی بیمارستان؟ اختلاف بین مدیران ارشد وزارت بهداشت هم بر وخامت اوضاع افسوده. ما الان در اوج عفونت با این ویروس هستیم. رضا ملک‌زاده که دو روز پیش از معاونت وزارت بهداشت استعفا کرد، به درز اطلاعات و تخلفات دارویی متهم شده. به کمیسیون عصر 90 بیش از 40 شکایت از شخص آقای ملک‌زاده، معاون پژوهشی مستعفی وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته واصل شده است. طبق قوانین کمیسیون عصر 90 با استعفای افراد پیگیری شکایات متوقف نمی‌شود و فرد باید پاسخگوی عملکرد خود باشد. پیشتر وزیر بهداشت گفته بود که عملکرد آقای ملک‌زاده در رابطه با کرونا غیر عالمانه بوده و مدیریت بیماری را سخت‌تر کرده. رضا ملک‌زاده هم آمار بالای تلفات کرونا در ایران را در نتیجه مدیریت بسیار غلط و پرتناقض، اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزارت بهداشت درباره تولید واکسن و ادعاهای بی اساس مبنی بر تاثیر داروهای گیاهی و طب سنتی بر کرونا دانسته بود. در میانه این جنجال، دولت در پی کنترل بیماری با روش‌هایی که در بسیاری کشورهای دیگر ماه‌ها پیش اجرا شد.
تست گرفتن ها که باید تعدادش افزایش پیدا کنه، بحث قرنطینه است، بحث رهگیری بیمارستان هست، بیماران هست، و بحث کمک های معیشتی که به هر حال باید انجام بشه. طرحی که به گفته بعضی از کارشناسان بسیار دیر هنگام و ناکافی است. پلیس میگوید با ممنوع شدن ورود غیر بومی ها به حدود 370 شهر که در وضعیت قرمز و نارنجی هستند، ترددهای جاده‌ای 30% نسبت به قبل کمتر شده. اما بسیاری پیش از آغاز محدودیت ها به مسافرت رفتند. اینجا جاده تهران شمال چند روز پیش. صحنه هایی که میزان تاثیرگذاری مقررات جدید را زیر سوال برده. علایار ما در معرض یک آزمون واقعا بزرگ هستیم که نتیجه توفیق در این آزمون نجات جان انسان هاست. امید به قبولی در آزمونی که 10 ماه از آغاز آن گذشته. هزاران عمری که کوتاه شده، کسب و کارهایی که آسیب دیده و مدیریتی بحث برانگیز که پیدا کردن کورسوی امید در روزهای تاریک بیماری را از گذشته سخت تر کرده. باران عباسی، بی بی سی. الناز جان فیلمی است مستند که فردا در جشنواره بین المللی آمستردام به نمایش در میاد. این فستیوال بزرگترین جشنواره فیلم های مستند در جهانه. این فیلم درباره الناز نبی است از مسافران هواپیمای اوکراین که با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران ساقط شد. مانیا اکبری کارگردان این مستنده و جواد سلیمانی همسر الناز نبی تهیه کننده اون. بخشی از این فیلم رو ببینیم. اون 84 تا ساقو چرا غارت کرد؟ اون عزیزایی ما بودن که باید راحت میشستن تو شیر نه تی که کار رو سوکت تو شاهد شد. جواد سلیمانی تهیه کننده فیلم و همسر الناز نبی از مسافران این پرواز از ادمونتون با ما هستند. آقای سلیمانی، از بخشایی که دیدیم پیدا بود بسیار تلخه، چیزی غیر از این هم انتظار نمیره. چطور شد که به فکر ساخت این مستند افتادید؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، مرسی بابت دعوت. خب ببینید، بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خیلی از دوستان هنرمند در کانادا یا ایران و اروپا پیشنهاد دادن که این جنایت باید مستند بشه ابعاد مختلفش، و کار رو ما شروع کردیم هم برای زنده نگه داشتن حالا یاد همسرم، ولی جدای از اون این مستند جدای از اینکه حالا در مورد الناز نبی صحبت میشه، بخش مهمیش در مورد ابعاد مختلف جنایت سرنگونی عامدانه هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسدارانه، و حالا هر چقدر در مستند که حدود 85 دقیقه است به جلوتر میریم، سعی میشه در مورد سایر ظلم هایی که حالا به مردم ایران به طرق مختلف شده، از جنگ، از اعدام های 67، از 88، از آبان گفته بشه، تا در واقع این پیام منتقل بشه که ما همگی همدردیم و به نوعی همسرنوشتیم. و در پایان فیلم هم یک سری سوالات فنی به صورت مختصر در مورد ابعاد نظامی و هوانوردی قضیه پرسیده شده که جمهوری اسلامی همونطور که مسئولان اوکراینی گفتن تا کنون از جواب دادن به اونها در واقع خودداری کردن. منظورتون این هست که این فیلم بخشی از دادخواهی شما هم هست؟ دقیقا صرفا این نبوده که حالا یک فیلمی ساخته بشه برای زنده نگه داشتن یاد در واقع همسرم. سوالات مختلفی مطرح شده و در واقع من سعی کردم اون
تمنای درونی که بر دادخواهی داشتم و در واقع تو این فیلم یه جوری به نوعی نشون بدم و فیلم های دیگه هم باید ساخته بشه قطعا و داره ساخته میشه در مورد جنایت سرنگونی هواپیمای اوکراینی که امیدواریم اونا هم به زودی در واقع اعلام کنن. شما در خارج از ایران هستید، میدونم که از آنچه که در ایران رخ داده بسیار نگران هستید و همینطور شاکی، ولی آیا هیچ تلاشی کردید که مثلا در بخشی از مستند با مقام‌ها در ایران صحبت بکنید یا به داخل ایران دسترسی داشته باشید؟ سوال خوبی بود. ببینید، تماسی که من که داخل ایران بودم، خب اولین تماسی که با من مسئولان ایران گرفتم وزارت اطلاعات بود که مجبور شدم از ایران خارج شم، و بعد هم که اینجا بودم تماسی که دوباره داشتم حالا اون فایل صوتی معروف آقای رضایی فر بود که به من در واقع با زبان تهدید میگفتن پست اینستاگرام رو پاک کنم، و من هم البته غیر شماره هایی از مسئولان جمهوری اسلامی از هیئت دولت بهشون پیام دادم، هیچ جوابی به من ندادن و طبیعتا ما صرفا تحت فشار بودیم، یعنی کمک که به ما طبیعتا نمی کنن، صرفا تحت فشار بودیم و سنگ‌اندازی در واقع انجام می شده برای خانواده ها. وقتی یک مستند ساخته میشه شبیه یک کار تحقیقی هم هست، در جریان تولید این فیلم به موضوعی برخوردید، نکته ای رو یافتید که ممکنه جالب باشه؟ ببینید، این فیلم همونطور که عرض کردم در واقع بحث اولش که در مورد الناز بود، بعدش در مورد جنایت‌های مختلف جمهوری اسلامی بود. من خب خودم چون از اونجایی که خیلی درگیر بودم با ابعاد نظامی و هوانوردی قضیه، سعی شد تا حدودی اون ابعاد در واقع باز بشه برای مخاطب، اما واقعا جا داره که داره این کار انجام میشه خوشبختانه. ابعاد نظامی و هوانوردی خیلی در واقع مفصل‌تر و مبسوط‌تر روش کار بشه، چون واقعا سوالات بسیار متعددیه که به قول در واقع دادستانی کل اوکراین، ما واقعا همه جور دلیل داریم که در واقع این جنایت صرفا یک خطای انسانی نبوده، و واقعا الان توی مرحله قرار گرفتیم که توپ در زمین جمهوری اسلامیه، همه منتظر گزارش جمهوری اسلامی هستن که به این سوالات جواب بده، و اگه به این سوالات جواب نده خب طبیعتا کار به سازمان جهانی هوانوردی و امیدواریم به تبعش به دادگاه لاهه کشیده بشه بابت این جنایت. ممنونم از جواد سلیمانی، تهیه کننده فیلم و همسر الناز نبیی از مسافران پرواز اوکراینی. ممنونم از اینکه بیننده برنامه 60 دقیقه بودید. این برنامه رو و همینطور برنامه‌های قبلی رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور میتونید روی کانال ما در یوتیوب تماشا بکنید، و فراموش نکنید که برنامه 60 دقیقه رو همیشه تا آخر ببینید.